دبیرخانه شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه ای ضمن اشاره به توافق اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بررسی اعمال تحریم علیه رژیم به خاطر اعمال تروریستی آن در فرانسه و دانمارک تاکید کرد اتخاذ یک سیاست قاطع در مقابل فاشیزم دینی حاکم بر ایران الزام اجتناب ناپذیر مقابله با تروریسم دولتی است از این رو مقاومت ایران خواهان نامگذاری وزارت اطلاعات آخوندها به عنوان یک موجودیت تروریستی و محاکمه عوامل و دیپلماتهای های رژیم است که مسئولیت مستقیم توطعه های تروریستی در آلبانی، فرانسه، آمریکا و دانمارک به ترتیب در مارس، جوان، اوت و سپتامبر 2018 را به عهده دارد. دیپلمات تروریست ها و معموران و مزدوران رژیم آخوندی باید محاکمه و مجازات شوند. وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی قدس آن بزرگترین ماشین های صدور تروریسم دولتی در جهان امروز هستند. در اطلاعیه دبیرخانه شورا همچنین آمده است چند دهه سیاست مماشات با فاشیزم دینی حاکم بر ایران و همه امتیازهای اقتصادی و سیاسی که طی سالیان گذشته به این رژیم داده است تنها باعث تشویق آن به تشدید صدور تروریسم نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی شده است.